برای گفتگوی بیشتر در مورد همراه میشیم با همکارم مراد ویسی که اینجا در استودیو با من همراه شده. آقای ویسی خیلی خوش اومدین به استودیو. آیا ما شاهد تغییر لحن آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هستیم یا میشه گفت که این یک تغییر راهبرده؟ به نظرم بیش از تغییر لحن، تغییر راهبرده. آمریکایی‌ها از تأکید بر تمایل به عدم درگیری با ایران تغییر موضع دادن به آمادگی برای پاسخ قاطع به حملات گروه‌های نیابتی ایران که گفتن اثر انگشت ایران توش هست. نکته که این وسط هست تغییر جدیه. تا همین دیروز آمریکایی‌ها می‌گفتن ما هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم که این جمهوری اسلامی پشت حملات به اسرائیل باشه، حمله حماس به اسرائیل. ولی امروز بایدن، ماتیو میلر، جان کربی که نشون میده هماهنگ دارن صحبت میکنن، دارن صحبت میکنن که نه فقط ایران پشت حملات هست، پشت حملات به نیروهای آمریکاییه. ببین تغییرش اینه که تا حالا میگفتن پشت حمله به اسرائیل نیست، الان میگن پشت حمله به نیروهای خودمونه. یعنی خطر برای آمریکایی‌ها مستقیم‌تر شده. به نظرم یه تغییر راه برده. از اون طرف آمریکا به نظر میاد مجموع اقداماتش نشون میده که داره خودشو به حد اکثر آمادگی برای نبرد احتمالی با ایران میرسونه، با جمهوری اسلامی. دو تا ناو هواپیمابر آورده تو منطقه. ناو هواپیمابر جرال فورد که بزرگترین و گرونترین ناو هواپیمابر آمریکاست، و ناو آیزنهاور که نه فقط اول قرار بود بیاد شرق مدیترانه، الان داره میاد تو حوزه سنت کام، یعنی نزدیکتر به ایران. این یه نشانه است. دوم اینه که ظرف روزهای گذشته 30 هواپیمای ترابری آمریکا تجهیزات آوردن اسرائیل. این فقط برای کمک به اسرائیل نیست، برای نبرد احتمالی با ایران هم هست، چون آمریکا به معدود جایی که میتونه اینها رو ببره در اسرائیله. نکته سوم اینه که آمریکا سامانه‌های دفاع ضد هوایی تاد و پاتریوت رو آورده که مقابله بکنه با حملات موشکی ایران و گروه‌های نیابتیش. قبل از اونم هواپیماهای F-15 رو آورده بود توی سنتکام قرار داده بود. ضمن اینه که بدونیم در ناو هواپیمابر آیزنهاور و ناو هواپیمابر جرال فورد تقریبا 2 لشکر ویژه تفنگدار هست. در ناو هواپیمابر جرال فورد 4539 تا تفنگدار هست، در ناو آیزنهاور هم به همین تعداد. و در ناو هواپیمابر جرال فورد اونا هم 2 اسکادران F-35 دارن، هم 2 اسکادران F-18 و هلیکوپترها. مجموع اینا نشون میده که آمریکا و اسرائیل فقط منتظر نبودن مقدمات عملیات زمینی علیه حماس به دلایل دیگه باشه. یک دلیلش هم این بوده که آمریکایی‌ها آماده این بودن که اگر تغییر کرد شرایط در سوریه، عراق و لبنان که داره تغییر میکنه، راهبردشون رو تغییر بدن. یعنی این تغییر راهبرد آمریکا محصول تغییر شرایط در لبنان، سوریه و عراقه که داره به نیروهای آمریکا حمله میشه. آمریکا داره خودش رو آماده میکنه اگه جنگ کامل رخ داد آماده باشه. خب آقای ویسی، فکر میکنید که پاسخ جمهوری اسلامی به این تغییر روی کرده ایالات متحده چه خواهد بود در چنین شرایطی؟ جمهوری اسلامی هم کاملا وایساده برای مقابله. هیچ نشانه از اینی که جمهوری اسلامی تلاش بکنه که خطر جنگ رو از ایران دور بکنه ما نمیبینیم. امیر عبداللهیان که دیروز صحبت میکرد از نوعی موضع از بالا که میگه آمریکایی‌ها از ما خواهش کردن خیشتندار باشید و بقیه هم بگید خیشتندار بشن و در صدد گسترش بحران در نهد. موقعی که داریم نگاه میکنیم پاسخی که ایران به این قضیه داده خطر جنگ رو بالا میبره. جمهوری اسلامی اول دنبال آتش بس بود در غزه، برای که حماس یه سیلی به اسرائیل زده بود از نظر جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی می‌خواست آتش بس بشه که حماس از بین نره در حمله هوایی زمینی. آتش بس که به دست نیومد که روسیه دنبالش بود در شورای امنیت، این به دست نیومد، جمهوری اسلامی رفت مرحله دوم، یعنی حملات به آمریکایی‌ها مستقیم در عراق، در سوریه و در لبنان هم که مرز رو با اسرائیل یک جبهه دومی باز کردن. پاسخی که جمهوری اسلامی هم داده مستقیم رفته تو سینه آمریکایی ها و این خطر افزایش درگیری بین ایران و آمریکا رو به نظرم بالا برده. رویکرد تهاجمی داره جمهوری اسلامی در مقابل بایدن، فقط به این درگیری اخیر هم مربوط نمیشه، کلا به دلیل یک
رویکردی که داشته در مقابل بایدن و دموکرات‌ها، گفته رویکرد تهاجمی بهتر جواب میده. خب فکر می‌کنین که عواقب و نتایج این تغییر رویکرد ایالات متحده چه میتونه باشه؟ متأسفانه شاهد این هستیم که تغییر رویکرد از یه طرف سمت آمریکا هست، از یه طرف جمهوری اسلامی هم تلاش نمی‌کنه مردم ایران رو از جنگ دور بکنه. نتیجه‌اش خیلی به نظرم خطرناکه، وضعیت رو خطرناک‌تر کرده در ساعات آینده. به نظرم اون چه که ما میتونیم بگیم اینه که شبیه وضعیت قبل از جنگ جهانی اول هست، صلح مسلح، یه سری بازیگرا هستن مسلحن، همه هم به هم سوء زن دارن، هر لحظه ممکنه شعله ور بشه و ما شاهد اولین جنگ به تمام معنا منطقه‌ای در خاورمیانه باشیم. اگر حزب الله این رویه رو ادامه بده در مرز لبنان، به نظرم آمریکایی‌ها اقدام به بمباران حزب الله میکنن و اون موقع ایران مجبور خواهد شد در حمایت از حزب الله و حماس برای که نابود نشن وارد نبرد بشه، یا اینی که با همین رویه‌ای که جمهوری اسلامی داره به منافع آمریکا در منطقه حمله میکنه در سوریه و در عراق، شاهد این خواهیم بود اصلا در کنار اون درگیری حماس و اسرائیل اینور خود آمریکایی‌ها درگیری بیشتری پیدا خواهند کرد. متأ سه تا فرض هست به نظرم جمهوری اسلامی اشتباه میکنه روش. سه تا احساس نادرست داره، سه تا تصور نادرست داره. یکی اینه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه پاسداران احساس کاذب قدرت بیش از حد میکنن. فکر میکنن در منطقه کسی حریفشون نیست، آمریکایی‌ها هم حریفشون نیستن. این احساس کاذب قدرته. ما سال 59 به این دلیل صدام بهمون حمله کرد که بازدارندگیمون از بین رفته بود. ولی این دفعه ممکنه از اون ور پشت بوم مردم ایرانو بندازه پایین جمهوری اسلامی. یعنی احساس کاذب قدرت بیش از حد. این یکی. تصور دومی که نادرسته اینه که فکر میکنن دموکرات ها و بایدن اهل جنگ نیستن. این میتونه هر لحظه عوض بشه. بایدن و دموکرات ها اهل جنگ نبودن چون تو این شرایط قرار نگرفته بودن. حالا که به اسرائیل حمله شده و به نیروهای آمریکا هم در منطقه حمله میشه، هر لحظه ممکنه وارد جنگ میشن. و سومین تصور که تصور نادرستی میکنن اینی که میگن آمریکایی‌ها در سال انتخابات وارد جنگ نمیشن. اصلا ابدا نمیشه روش حساب کرد. بعید نیست که آمریکایی‌ها وارد جنگ میشن و حتی یک پیروزی بر جمهوری اسلامی و گروهای نیابتیش برخلاف تصور مقامات جمهوری اسلامی موقعیت بایدن رو در این انتخابات هم تقویت بکنه. بسیار متشکرم از شما مورد ویسه. و البته امیدوارم این جنگ هم مردم ایران دور باشه. امیدوارم جمهوری اسلامی عقل به خرج بده.